امروز در خبرها، اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به اتهامات وارده به خود و خانواده‌اش از طرف احمدی نژاد در طول مبارزات انتخاباتی اخیر شد. هاشمی گفت نقطه قابل توجه در این تهمت‌ها این است که غیر مستقیم مقام ولایت در زمان رهبری امام راحل و جناب علی که هادی دولت‌ها بوده اید و مدیریت‌ها را مورد تایید و تحسین قرار داده اید نشانه گرفته شده است. هاشمی در این نامه اظهارات احمدی نژاد در جریان مناظره با موسوی را عاری از حقیقت و غیر مسئولانه خواند و مدعی شد که اقدامات احمدی نژاد در راستای تحت شعاع قرار دادن گزارش‌های مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقود الاثر بودن 1 میلیارد دلار و ارتکاب چند هزار تخلف در اجرای بودجه‌ها بوده است. رئیس مجلس خبرگان همچنین با اشاره به اینکه ده‌ها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ پردازی‌ها و خلافگویی‌هایی بودند که افتخارات نظام اسلامی را نشانه گرفته بود، گفت زیر سوال بردن تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های امام راحل و مردم مسلمان و متحد و روحانیت عظیم القدر از این بدتر نمی‌شد. هاشمی همچنین به خامنه‌ای گفت البته این جانب قصد ندارم که دولت موجود را مثل دولت بنی صدر معرفی کنم و یا سرنوشتی شبیه آن دولت را برای این دولت بخواهم، بلکه مقصود این است که باید مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت آن روزگار شد. هاشمی در نامه سرگشاده خود به خامنه‌ای گفت که از وی انتظار دارد برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می‌داند اقدام مؤثری انجام دهد و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شود. کره شمالی امروز هشدار داد که اگر تحریک شود به تهاجم بی‌رحمانه به وسیله جنگ‌افزارهای هسته‌ای خود دست خواهد زد. این تهدید از سوی کره شمالی بر تنش شدید موجود بین آن کشور منزوی و جامعه جهانی هرچه بیشتر افزوده است. تهدید از سوی کره شمالی زمانی مطرح شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تنبیه آن کشور به سبب آزمایش هسته‌ای‌اش در تاریخ 25 ماه مه به تنظیم قطعنامه‌ای تازه برای وضع تحریم پرداخته است. روزنامه رودونگ سینموم چاپ کره شمالی روز دوشنبه گزارش کرد که آن کشور هر گونه تحریم را اعلان جنگ تلقی می کند و با تدابیر دفاعی به آن پاسخ خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که اقدامات کره شمالی فوق‌العاده تحریک‌آمیز است و قول داد که برای ترک این رفتار به کره شمالی پاداش داده نخواهد شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیروز نتایج انتخابات مجلس آن کشور را که به شکست ائتلاف اپوزیسیون به رهبری گروه وی در برابر بلوکی از نیروهای طرفدار غرب انجامید پذیرفت. وی گفت ما نتایج را میپذیریم به گونه‌ای دموکراتیک، مسئولانه و با روحیه همکاری و میپذیریم که گروه حاکم اکثریت مجلس را به دست آورده است. نصرالله همچنین به رقبای سیاسی خود تبریک گفت و قانونگذاران جدید را به حفاظت از سرنوشت انتخاب کنندگان خود فرا خواند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com